سلام جمعه 16 بهمن 94 5 فوریه 2016 میلادی در مورد پنج موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه به دنبال رد صلاحیت های گسترده در استان مازندران کانال تلگرامی درست شده بود به عنوان کمپین نه به صادق لاریجانی صادق لاریجانی و آقای معلمی دو کاندیدای هستند که شورای نگهبان برای مازندران اونها رو تایید کرده این کمپین که ادمین این کانال آقای جعفر خائفی بود با استقبال مواجه شد و این کمپین ابتکار خوبی است که میتواند در جاهای مختلف انجام بشه در اعتراض به نظارت استثوابی و اونچه که شورای نگهبان صورت داده و نمایندگان فرمایشی که در استانها نصب کردند در واقع معمورین امنیتی دیروز به در واقع پری شب به منزل آقای خایفی رفتند و او رو بازداشت کرد فرزند آیت الله نکونام که در زندان هستش و دو شاگرد او هم دیروز صبح در قوم بازداشت شد. در انتخابات کانون وکلا که یکی از قدیمی ترین نهادهای ببخشید مدنی است دخالت های حکومت مدت هاست که انجام شده و کاندیداها رو مثل شورای نگهبان در سطح کشور برای این نهاد مدنی که متعلق به وکلاست دخالت میکنند و 25 وکیل سرشناس دادگستری رو که کاندیدا برای این انتخابات بودند رد صلاحیت کردن 116 داوطلبی باقی موندند که برای 18 کرسی هیئت مدیره کانون باید رأی گیری بشه اما مهره سرشناس و مخالف مثل آقای دکتر قاسم شعل سعدی ساله نیکبخت خانم فریده غیرت و دیگران رو رد صلاحیت کردن یکی از بهترین مسیرهای مبارزه برای انتخاب آزاد در هر یک از حوزه های مدنی کشور مثل کانون و سازمان نظام پزشکی نظام پرستاری کشور و انجمن های معلمین یا سندیکاهای های کارگری مبارزه برای داشتن حق رأی آزاد در هر یک از این بخش است کاری که شاید پرستاران به یکی از بهترین وجوه اون رو چند ماه پیش انجام دادند و عملا با جدا کردن خط خودشون در سراسر سر کشور از تایید کاندیداهای فرمایشی نشان دادند که استقلال خودشون رو میخوان حفظ کن موضوع دوم این که آقای فضلی وزیر کشور اعلام کرده که با شورای نگهبان توافقه خوبی صورت گرفته و عددی رو که میگن امیدوار کننده است در واقع انتخابات در ایران تکلیفش نه با رای مردم بلکه در کانالهای حکومتی و راهروها و اتاقهای مذاکرات حکومتی باید با این قبیل ها معلوم بشه باید منتظر بود و دید که از حاصل این چانه زنی ها و توافق ها بالاخره شورای نگهبان چند نفر دیگر را احتمالاً به لیست تایید صلاحیت شده ها اضافه خواهد کرد گفته میشه تعدادی از رهروان ولایت جناح آقای لاریجانی رو دارن قبول میکنن بعضی اخبار از درون شورای نگهبان ها که آقای هاشمی شاهرودی رئیس اسبق قوه قضاییه کسی است که در جلسه شورای نگهبان مخالف سرسخت تایید صلاحیت آقای حسن خمینی بوده و مخالفت سرسختانه او از دلایل اصلی رد صلاحیت حسن خمینی بوده اگرچه معمولا مدت هاست که تصمیمات کاندیداها و صلاحیت یا رد صلاحیت اونها به خصوص در مورد آدم های سرشناس بدون نظر آقای خامنه ای صورت نمیگیره اما آ آ حملات به آقای هاشمی رفسنجانی کماکان ادامه داره به لیست کسانی که طی 24 ساعت گذشته به آقای رفسنجانی حمله کردند باید افرادی مثل صدیقی امام جمعه تهران محسن رضایی فرمانده اسبق سپاه سعید جلیلی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی رو هم اضافه کرد که هر کدومشون به زبانی و گاهی هم بسیار تند با آقای رفسنجانی حمله کرد موضوع سوم اینکه امریکا عنوان کرده که حملات روسیه و ایران در سوریه یکی از دلایل توقف مذاکرات صلح باید محسوب بشیم ظاهرا دولت اسد به پشتیبانی روسیه و ایران از فضای انتخاب مذاکرات به جای آتش بس سو استفاده میخواد بکنه و موازی رو به تصرف خودش در بیاره وزیر دفاع روسیه هم عنوان کرده که ترکیه خودش رو برای حمله به سوریه آماده میکنه گفته میشه که با توجه به اینکه احتمالا راه های شمالی حلب رو داره قوای دولتی سوریه به کمک ایران می جنگه تا بگیرن اون منطقه رو و به این ترتیب حلب به محاصره بیفته و راه به ترکیه قطع بشه ممکن است که ترکیه دخالت بکنه آقای داود اغلو احمد داود اغلو نخست وزیر ترکیه عنوان کرده که 60 تا هفتاد هزار نفر بعد از بمباران های اخیر و نبرد های اخیر پناهنده جدید از سوریه آزم ترکیه هستند اما پیچیدگی اوضاع سوریه داره لحظه به لحظه بیشتر میشه سخنگوی ارتش عربستان هم اعلام کرده که عربستان آماده عملیات زمینی در سوریه است کنفرانس کمک به پناهندگان سوری و مردم سوریه در لندن به پایان رسید آقای کمرون عنوان کرده که ده میلیارد دلار تعهد شده که 6 میلیاردش امسال به مردم سوریه پرداخت بشه و 5 میلیارد تا سال 2020 آقای ظریف عنوان کرده که ایران تا کنون 2.8 میلیارد دلار به سوریه کمک کرده البته منابع مختلفی تایید می کنند که کمک های ایران ممکن است به مردم سوریه در این حدود باشه اما کمک به دولت قصاب دمشق برای کشتار مردم سوریه از مرز 20 میلیارد دلار طی چند سال گذشته عبور کرد آقای سردار فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران هم در یک اظهار نظر بی سابقه گفته که از قاسم سلیمانی محافظت میشه چون امریکا قصد ضربه زدن به او رو داره به هر حال مدتی است این شایعه بر سر زبان بعد از شایعه زخمی شدن قاسم سلیمانی و حتی کشته شدن او کمتر در انظار عمومی ظاهر شده و وخامت حال او به شکل شایعه مطرحه و احتمالا این حرف آقای فیروز آبادی برای خونسا کردن این شایعاته و به این ترتیب میخواد بگه که عدم حضور سلیمانی در انظار عمومی به دلیل محافظت بالای اوست موضوع چهارم اینکه خبرگزاری رویترز از قول آقای ظریف نقل کرده که ایشون از امریکا خواسته به بانک های اروپایی و بانک های کشورهای دیگه برای همکاری با ایران اطمینان بده مشکلی که الان بروز کرده اینکه بانک ها به دلیل فشارهای اداره خزانداری امریکا و بازرسی های این اداره و جرائم سنگینی که میکنه و تحریم هایی که در مورد مسائل حقوق بشری و تروریستی علیه بخش هایی از ایران وجود داره جرأت این که بیان و اعتبار بدن و همکاری بکنند برای پروژه ها در ایران ندارن این حرف آقای ظریف به این دلیل سردار نقدی فرمانده بسیج هم عنوان کرده که جیسون رضایان عکس های خانوادگی مسئولین بالا رو هم داشته منظورش نیست که مثلا با آقای روحانی و یا رفسنجانی و غیرو خیلی نزدیک بوده و خیلی بنابر این مهره جاسوسی با ارزشی بوده و گفته امریکایی ها حاضر, حاضر به این دلیل حاضر شدن یک و هفت دهم میلیارد دلار بدن و تحریم بانک سپه رو هم بردارن تا او آزاد بشه آقای ادرویس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا هم آقای جانکری رو به مجلس فراخونده ظرف دو هفته بیاد وزیر خارجه توضیح بده در مورد این یک و هفته میلیارد دلار و اینکه این باج برای آزادی زندانیان ایرانی آمریکایی نبود اگرچه این مبلغ 1.7 میلیارد دلار همون که قبلا هم عرض کردیم تصویه حساب حساب 6 میلیارد دلاری ایران نزد وزارت دفاع امریکاست که با بهره هاش 14 میلیارد دلار بوده و سالها امریکا ادعا میکرد 400 میلیون دلار در این حساب پول هست و ایران میگفت 6 میلیارد دلاره و نهایتا هم حرف آمریکا انجام شد و با یک و هفت میلیارد دلار سراتای ماجرا رو به هم آوردن اما مسئله سه نماینده جمهوری خواه کنگره امریکا که تقاضای ویزا برای دیدار از ایران کردند و یک نامه تنامیز هم میشه گفت با آقای خامنه ای و سردار عزیز جعفری نوشتند چالش جدیدی است که پیش پای جمهوری اسلامی قرار دادند و خواستار بازدید از انتخابات دموکراتیک ایران شدند اونجوری که به تنه گفتند سرلشکر صالحی فرمانده ارتش ایران هم سراحتا عنوان کرده که ما قطنامه ها علیه ایران رو عمل نمی کنیم و پروژه موشکی رو دنبال خواهیم کرد اما موضوع آخر این که جناب شیخ محمد یزدی فرمودن مجلس خبرگان جای جوانگرایی و پیران از کار افتاده نیست معلوم نیست خود ایشون و آقای جنتی رو و امثال هم رو باید در چه کتگوری قرار داد جناب مسلحی وزیر سابق اطلاعات هم فرمودند که سرویس های اطلاعاتی آمریکا در ایران فساد درست کردن تا ثابت بشه انقلاب اسلامی کارآمد نیست اندکی صبر سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرافراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی